سخت خلا. من فقط اومدم اینجا کیف کنم. سلام عزیزم. یک ستاره دیگر فوتبال ایران قربانی کرونا، علی انصاریان، بازیکن سابق تیم ملی، درگذشت. مجموعه آسترازنیکا به ما پریشب اعلام کرد که 4.2 میلیون دوز در فوریه شروع میکنه به تحویل در قالب کوواکس. واکسن های مختلف کرونا در راه ایران. وزیر بهداشت میگوید واکسن را سیاسی نکنید. تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری برای بررسی شکایت ایران از آمریکا. نهاد قضایی سازمان ملل به ادعای نقض معاهده مودت به خاطر بازگشت تحریم‌ها رسیدگی می‌کند. و گزارش اختصاصی بی بی سی از وضعیت مسلمانان اویغور در چین. زنان از شکنجه و تجاوز در اردوگاه‌های به اصطلاح بازپروری می‌گویند. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. علی انصاریان، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، به علت ابتلا به کرونا درگذشت. آقای انصاریان که هنگام مرگ 43 سال سن داشت، اخیراً به بیماری کووید 19 مبتلا شد و از 2 هفته پیش بعد از وخامت حالش در بیمارستان فرهیختگان تهران بستری بود. هفته گذشته مهرداد میناوند، بازیکن سابق تیم ملی، هم بعد از ابتلا به کرونا درگذشت. مهرداد میناوند و علی انصاریان هر دو در ویژه برنامه شبکه تلویزیونی باشگاه پرسپولیس که 3 هفته پیش برگزار شد حضور داشتند. پیام یونسپور، خبرنگار ورزشی از وین اتریش با ما هست. آقای یونسپور، در طول چند روز گذشته بسیاری در ایران پیگیر وضعیت حال آقای انصاریان بودند. چه شد که در نهایت این اتفاق افتاد؟ خیلی واسه من قابل پیش بینی نبود که روزی مقابل دوربین بی بی سی فارسی بشینم و در مورد از اصلا یکی از بهترین و اولین دوست و ارزشکار زندگیم بعد از 23 سال واقعا بخوام صحبت بکنم. امیدوارم بتونم تا پایان صحبتام به احساسات خودم غلبه بکنم. همونطور که گفتین یک ویژه برنامه‌ای بوده در برنامه اپلیکیشنی کارگزار باشگاه پرسپولیس که بر اساس اونچه که خبر آنلاین مخابره کرده هیچ گونه پروتکل‌های بهداشتی مانند حالا اجباری بودن ماسک یا فاصله گذاری اجتماعی بین مجریان برنامه و همینطور تست کرونا توش صورت نگرفته بوده، توی صحنه‌هایی که الان داره پخش میشه این هستش که مهرداد میناوند و علی انصاریان چه در قبل از شروع برنامه هم دیگر در آغوش میگیرن و چه در زمان به ثمر رسیدن گل‌ها تو پشت صحنه‌اش که منتشر شده هم دیگر در آغوش گرفتن. اما متأسفانه اول مهرداد میناوند از بین ما رفت و بعد علی انصاریان که میشه گفت یکی از خوشقلب‌ترین، یکی از انسان‌ترین و یکی از صادق‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران بود. کمی هم از خود آقای انصاریان برای ما بگید. او سابقه بازی برای هر دو تیم استقلال و پرسپولیس رو داشت. بعد از اینکه به استقلال رفت مصاحبه ای کرد با صدا و سیما و گفتش که تصمیم اشتباهی گرفتم ولی هیچ وقت هواداران استقلال ازش نرنجیدن به خاطر اینکه در همون یک سالی که برای استقلال بازی کرد با دل و جونش بازی کرد. دهه 80 بهش انتقادات زیادی میشد به خاطر اینکه خودشو هوادار مکتب پروین میدونست و مکتبی که خب با مکتب مدرنیزه فوتبال فاصله زیادی داشت. من همیشه اینو به منتقدان علی انصاریان در دهه 80 میگفتم، گفتم علی انصاریان اگر میگه من هوادار پروینم با دل و جونش میگه، اگر میگه من عاشق مادرمم و هر روز میگفتش که من فدای تو بشم و آخرم فدای مادرش شد در روز مادر، اینو از دل و جونش میگفتش. علی انصاریان خوانندگی کرد، یک تک آهنگ داد، در چند سریال بازی کرد و الان فیلمش داره در جشنواره فجر اکران میشه در حالی که خودش بین ما نیست. ممنون از شما پیام یونسپور، خبرنگار ورزشی، و به شما هم تسلیت میگم در گذشته دوستتون رو. فرن تغیزاده هم به ما پیوسته تا از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی بگه. فرن، میدونم که احتمالاً در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی قوغاست، چون در طول چند روز گذشته بسیار صحبت در این مورد زیاد بود. بله، رقابت برای دادن خبر از حال و احوال آقای انصاریان از دو سه روز گذشته به اوج خودش رسیده بود که خود همین موضوع هم بسیار انتقادهایی رو برانگیخته بود از اینکه چطور نحوه اطلاع رسانی در مورد حال و احوالش چطور هستش، در مورد اینکه اون قضیه پزشکی باید بر اساس گفته چه کسی اصلا مطرح بشه، خانواده مسئول هستن، وزارت بهداشت تذکر توییتری داده بود که
پزشکان مسئول این نیستن که بخوان جزئیات پرونده پزشکیش بیماری رو منتشر کنن، که این صحبت های آقای جهانپور رو آقای دکتر هاشمیان که گفته میشه پزشک معالج هم آقای انصاریان و هم میناوند بوده به خودش گرفت و روی اینستاگرام خودش در چند استوری اینستاگرام پاسخ آقای جهانپور رو داده بود. در کنار همه این حواشی ها باید بگم که امروز هم باز این حواشی ادامه داشت. از صبح یا ظهر ایران تقریبا باید بگم که صحبت ها باز اومد که حال ایشون 100% ریش درگیر شده. بعد صحبت های داماد خانوادهشون اومد، آقای اجدری که گفته بود که ما این شایعاتو که میشنویم اصلا پاهامون میلرزه. همین تک جمله هایی که از طرف خانواده انصاریان منتشر میشد هم خیلی واکنش های بسیار گسترده ای رو گرفته بود. باز این انتقادها به نحوه اطلاع رسانی و مدیریت کردن خبر این بسیار مطرح شده بود. یه سری دیگه در مورد این میگفتن که وقتی خبر درگذشتش مطرح شد، شبکه خبر یا برخی از خبرگزاری های دیگه رفتن با آقای ابوالقاسم پور جلوی بیمارستان مصاحبه کردن، اونجا داره در ویدیو و دوربین میگه که ما این خبر رو اعلام کردیم، ولی مادر آقای انصاریان هنوز خبر نداره و علی کریمی قراره که بره اطلاع رسانی کنه. ولی تا قبل از اینکه آقای علی کریمی بره و این خبر رو بده به مادر انصاریان، گویا مادرشون اطلاع پیدا میکنه و حالش بد میشه و به اورژانس بیمارستان فرهیختگان میبرنش و بستری میشه اونجا. همین باز موضوع رقابت خبری رو بسیار انتقاد برانگیز کرد در بین مخاطبان. یاد و خاطرش خیلی داره گرامی داشته میشه، خنده هاش مخصوصا داره، ویدیوهایی که از قبل در برنامه‌های مختلف داشته بارها بارها به اشتراک گذاشته شده. بحث واکسن و انتقادهایی که به دولت ایران مطرح میشه همچنان ادامه داره. از سر میناورد این قضیه شروع شد و همچنان میگن که چرا واکسن نمیخرید، اگر واکسن می‌خریدین این دو نفر جونشون از دست نمیدادن. و همینطور برنامه‌ای که این دو نفر با هم دیگه هست رفته بود و باعث شده بود در یک ماه گذشته درگیر بیماری کرونا بشه، باز داره در موردش صحبت میشه و اینکه پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمیشه در ایران. مشخصا هم الان در مورد قضیه خاکسپاری آقای انصاریان دارن به این پروتکل‌های بهداشتی بسیار اشاره میکنن و میگن که برای خاکسپاری اونطور که گفته میشه خانواده‌اش درخواست کردن مردم حاضر نشن. ممنون از فرینه تریزاده‌ام. وزیر بهداشت ایران از خرید میلیون‌ها دوز واکسن ساخت شرکت استرازنکا در قالب طرح کوواکس و تحویل اونها در ماه جاری میلادی خبر داد. از طرف دیگه قرار به زودی واکسن روسی اسپوتنیک هم وارد بشه. بر اساس مقاله‌ای که دیروز در نشریه لانست منتشر شد، اثربخشی واکسن اسپوتنیک در حدود 92%. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. واکسن می‌خوایم وارد کنیم. وعده های وزیر بهداشت ایران درباره واردات بیش از 4 میلیون دوز واکسن کرونا در ماه جاری. مجموعه آسترازنیکا به ما پریشب اعلام کرد که 4.2 میلیون دوز در فوریه شروع می‌کنه به تحویل در قالب کوواکس و بقیه سبد کوواکس. در کنار اون ما از شرکت اسپوتنیک روسیه قرار بود که وارد کنیم. خب خیلی‌ها اومدن و حرف‌هایی رو زدن و دیروز با مقاله‌ای که در لنست چاپ شد. نشریه پزشکی معتبر لنست نتایج آخرین مرحله آزمایش انسانی واکسن اسپوتنیک را منتشر کرده و گفته این نتایج نشان می‌دهد که این واکسن روسی بی خطر است و اثربخشی آن 91.6% است. به گفته معاون وزیر بهداشت، روسیه در یکی دو روز آینده 500 هزار دوز از این واکسن را به ایران تحویل خواهد داد. سازمان هواپیمایی ایران هم گفته که اولین محموله این واکسن را هواپیمایی ماهان احتمالاً فردا به ایران وارد خواهد کرد. پیش از این درباره ایمنی واکسن اسپوتنیک در میان متخصصان ایرانی اختلاف نظر وجود داشت. از جمله مینو مهرس، عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا، گفته بود چون از واکسن روسی مطمئن نیست آن را نمی‌زند. 98 عضو مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران هم در نامه‌ای به حسن روحانی خرید واکسن اسپوتنیک را غیر موجه و خطرآفرین دانسته بودند. همه این اعتراض‌ها هم بعد از دستور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای وارد نکردن واکسن آمریکایی و بریتانیایی رخ داد. اما حالا وزیر بهداشت می‌گوید واکسن سیاسی نیست. ما برای اصولگراها، اصلاح طلبها، معتدلها، بدون خطها، شیعه، سنی، زردشتی، کلیمی، مسیحی و حتی زندانیان محکوم به اعدام خودمون رو مکلف به خدمت و حمایت از سلامتشون میدونیم. اگر کسانی برای صندلی‌هایی چه در بعضی از نظام‌های صنفی چه در بالاتر از اون خوابهایی رو دیدن، انشالله که خداوند اگر روزی روزگاری ملت ایران اینها رو به غلامی پذیرفت
بر این صندلی مبارک باشه و بنشینند. در این میان بحث واکسن ایرانی هم همچنان مطرح است. همراه با شرکت‌های داخلی و گروه‌های داخلی انستیتو پاستور ایران هم ساخت سه واکسن رو با پلتفرم‌های موجود در دنیا شروع کرد که همکاری مشترک در تولید واکسن با یکی از کشورهایی که در زمینه تولید واکسن نقش بسیار مهمی در دنیا دارند، این وظیفه هم به عهده انستیتو پاستور ایران گذاشته شد که کشور کوبا که سابقه دو دهه همکاری با انستیتو پاستور ایران رو داره. در بسیاری از کشورها مدتی است که واکسیناسیون عمومی آغاز شده. در ایران اما نه تنها هنوز واکسنی وارد نشده، بلکه هنوز مشخص نیست که گروه‌های در خطر و سالمندان چه زمانی به طور کامل واکسینه می‌شوند. خرید واکسن و بازگشت به زندگی طبیعی یک خواسته عمومی است. خواسته‌ای که ساده به نظر می‌رسد، اما ظاهراً راهی طولانی برای رسیدن به آن در پیش است. فرین عاصمی، BBC. دیوان بین‌المللی دادگستری نهاد قضایی سازمان ملل متحد اعلام کرده که به شکایت ایران از آمریکا به خاطر بازگشت تحریم‌ها در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ رسیدگی می‌کند. ایران از این دیوان خواسته بود صلاحیت خود برای رسیدگی به این شکایت را بر اساس عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا احراز و بررسی کند که آیا بازگشت تحریم‌ها نقض این عهدنامه هست یا نه. دولت ترامپ گفته بود ایران با این شکایت از دیوان لایحه سوء استفاده کرده و اختلاف خود با آمریکا را پس از خروج این کشور از توافق هسته‌ای به این دیوان کشانده. عهدنامه مودت 66 سال پیش امضا شد. بهمن کلباسی همکارم از نیویورک با ما هست. بهمن، کمی بگو بیشتر بهمون بگو از جزئیات این مسئله. این دومین پیروزی حقوقی است برای ایران، چون در همون آغاز هم دادگاه یک دستوری داد به صورت فوری که تحریم‌ها که شامل مواد غذایی و دارو میشه و اونها رو محدود میکنه باید برداشته بشه، و بعدم گفته بودن که حالا وارد محتوای این بحث باید بشیم که اساساً این شکایتی که ایران کرده بر اساس معاهده مودت آیا این وارد هست یا نه. ولی قبل از اینکه بتونن وارد محتوا بشن، چون ایران گفته بود که تحریمایی که آمریکا وضع کرد در دوران آقای ترامپ، بازگرداندن تحریم‌ها و خروجش از برجام نقض عهدنامه بوده و آمریکا در مقابل گفت که اساساً دادگاه صلاحیت نداره در این مورد صحبت بکنه و رأی بده، دادگاه قبل از اینکه وارد محتوا بشه مجبور شد به این پرسش پاسخ بده که آیا صلاحیتش رو داره که به محتوای این شکایت بپردازه یا نه. و حالا تقریبا همه مثل که همه قضات 16 از این 16 قاضی غیر از اون قاضی منصوب آمریکا گفتن که بله، ما صلاحیت این رو داریم که به این موضوع به صورت محتوایی رسیدگی بکنیم. و بعد از اینکه حالا این قسمت در این در واقع استدلال حقوقی آمریکا رو رد کرده اند، هست که باید ممکن است چند ماه، بعد تا بیشتر از چند ماه ممکن است طول بکشد که رأی در مورد محتوا بدن. البته الزام آور هم نیست در بسیاری از موارد احکام این دادگاه، ولی به هر حال از نظر حیثیتی مهمه و واکنشش هم در دولت آقای ترامپ مشخص بود که بلافاصله از عهدنامه مودت خارج شدند. دولت آقای پومپئو اومد اعلام کرد که خارج شدیم، ولی اون دیگه بعد از این بود که شکایت ایران وارد شد، به خصوص که عهدنامه باید یک سال قبل از اینکه کاملا منقضی بشه اعلام خروج ازش میشد. در نتیجه اون کارکردی نداشت و خروج آمریکا از عهدنامه، ولی به هر حال نشون میداد که اونا حساس هستن به اینکه در این دعوای حقوقی بتونن پیروز بشن. ممنون ازت بهمن کرباسی همکارم از نیویورک. چند خبر کوتاه. کامیل احمدی، پژوهشگر ایرانی بریتانیایی که در دادگاه انقلاب به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 9 سال زندان محکوم شده بود، از ایران خارج شد. دادگاه علاوه بر زندان او را به پرداخت 600 هزار یورو جریمه محکوم کرده بود. وکیل آقای احمدی در ایران به این حکم اعتراض کرده. آقای احمدی که حالا در بریتانیا است به بی بی سی گفت بعد از صدور حکم و در مدتی که با وثیقه نیم میلیارد تومانی آزاد بوده، از مسیرهای صعب العبور کوهستانی و با پای پیاده از مرز ایران عبور کرده. پژوهش‌های آقای احمدی بیشتر درباره موضوعاتی مانند کودک همسری، کودکان کار، ناقص کردن اندام جنسی زنان، ازدواج موقت و وضعیت اقلیت‌های جنسی و قومی در ایران بوده. اواخر تابستان گذشته وقتی آقای احمدی منتظر نتیجه دادگاهش بود، انجمن جامعه شناسی ایران اعلام کرد در پی اتهام آزار جنسی که علیه کامیل احمدی مطرح شده، عضویت او در این انجمن را لغو کرده. کامیل احمدی این اتهام را رد کرده و گفته که این اقدام انجمن جامعه شناسی غیر منصفانه است.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، با دستگیری یک نفر دیگر در سنندج، شمار فعالان کرد که این ماه بازداشت شدند به 83 نفر رسید. بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی دیروز رویا جلالی را در خانه‌اش بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. دلیل بازداشت او روشن نیست. گفته شده که رویا جلالی دو فرزند دارد و از بیماری MS رنج می‌برد. همسر او هم که از فعالان محیط زیست است، پیشتر به مدت بیش از 4 ماه زندانی بود. معاون ساماندهی امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان ایران از افزایش ازدواج پس از 25 سال خبر داده. محمد مهدی تندگویان گفته در 9 ماه اول امسال موارد ازدواج 5% بیشتر شده. به گفته او همزمان ثبت طلاق 3% کاهش یافته. این مقام وزارت ورزش و جوانان گفته که حذف مراسم به خاطر شیوع کرونا و کاهش رسوم از مهمترین دلایل افزایش ازدواج بوده. همزمان با اظهار نظر مقام‌های ایرانی و آمریکایی درباره چشم‌انداز برجام و تحریم‌ها علیه ایران، گروهی از فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشر در ایران از جمله شماری از زندانیان سیاسی در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا خواستار حفظ فشار حداکثری بر حکومت شدند. در این نامه آمده که فشار حداکثری به دستیابی به یک نظام دموکراتیک و سکولار در ایران کمک می‌کند. محمد نوریزاد، محمد حسین و فاطمه سپهری، حشمت الله تبرزدی و حوریه فرجزاده از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. همینطور منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری که در اعتراض‌های دی ماه 98 کشته شد. از زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی، پرسیدم چرا این نامه را امضا کرده و پاسخش به منتقدان سیاست فشار حداکثری چیست؟ بحث فشار بحث تحریم‌ها نیست. ببینید، ما می‌خوایم که از جهت، چون فعالانی که این نامه رو امضا کردن فعالان خشونت پریس هستن، شهروندان همین سرزمین هستن، اغلب آنها درگیر پرونده سازی فشار و سرکوب بودن، درگیر زندان بودن، از جمله خود من که یک ماه پیش از زندان تهران بزرگ آزاد شدم. به این شکل نیست. تمامی این گرفتاری‌ها و تحریم‌هایی که در سال‌های اخیر اعمال شده، عرض کنم که بر این سرزمین، طبعا فشارش بر روی ما بوده. شرایط آشفته اقتصادی رو دارید می‌بینید، گرفتاریش برای ما هست. ما نظرمون فشار به روی حکومت است، به روی جمهوری اسلامی است. بحث جمهوری اسلامی از مردم ایران جداست. فشارها بر روی این حکومت باشه، فشارهای حقوق بشری باشه، که ما بتونیم، عرض کنم که در این تغییراتی که مطالبات جنبش مدنی و سیاسی مردم ایران هم هست، اینها آرام آرام در اینجا شکل بگیره و از استبداد به سوی دموکراسی پیش بره. زرتشت احمدی راغب بود، فعال مدنی. اما به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. علی انصاریان، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، به علت ابتلا به کرونا در 43 سالگی درگذشت. دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرده که به شکایت ایران از آمریکا به خاطر بازگشت تحریم‌ها در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ رسیدگی می‌کند. در ادامه این برنامه، گزارش اختصاصی BBC از وضعیت مسلمانان اویغور در چین. زنان از شکنجه و تجاوز در اردوگاه‌های به اصطلاح بازپروری می‌گویند. مجلس ایران طرح شفافیت آرای نمایندگان را رد کرد. تصویب کلیات این طرح به 2/3 آرا نیاز داشت، اما با اختلاف 3 رأی رد شد. بیشتر نمایندگان مجلس قبلی با طرح شفافیت آرای نمایندگان مخالفت کرده بودند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، ابراز امیدواری کرده که این طرح بعد از اصلاح دوباره در صحنه علنی به رأی گذاشته بشه. فرنوش امیرشاهی، همکارم اینجا در استودیو با من هست، خبر رو بیشتر دنبال کرده. فرنوش، اصرار این که این طرح رو دوباره به رأی گذاشتن چیه؟ این طرح برای مجلس خیلی مهم بود، چون با شعار شفافیت و انقلابیگری به روی کار اومده بود و روش مانور خیلی زیادی داده بودن. برای شخص آقای قالیباف هم خیلی مهم بود، رئیس مجلس، به دلیل اینکه دیروز توییت کرده بود، گفته بود به این طرح رأی میده و نمایندگان رو دعوت کرده بود، از اونها خواسته بود که اونها هم بیان رأی بدن. اما امروز دیدیم که رأی بسیار شکننده ای آورد به نسبت و رد شد. نکته بسیار جالب اینه که نماینده های مجلس قبل از اینکه این طرح رو بیارن در صحنه علنی بررسی کنن، امروز صبح اول یک جلسه غیر علنی تشکیل دادن برای اینکه در مورد این طرح بحث کنن، بعد وارد جلسه علنی شدن. یعنی برای تصویب طرح شفافیت خودشون یک عمل غیر شفاف انجام دادن و خب این سوال برانگیز بود. اما نکته اینه که خب این خیلی سال هاست که در مورد موضوع بحث میشه در مجلس. ما در مجلس نمایندگانی داریم که مثلا میان تصمیمات فراکسیونی گرفته می
میشه در مورد یک طرح و لایحه‌ای و بعد وقتی میاد در صحن رأی دیگه‌ای میدن و نتیجه چیز دیگری میشه. یا در شهرستان‌ها ما نماینده‌هایی رو داریم به خاطر اینکه فشار روشون وارد نشه از سوی در واقع اعضایی که حامیانشون که تحت فشار هستن یا مردم حوزه‌شون یک حرف میزنن ولی در عمل با نمایندگان دولت یا وزرا تبانی میکنن یا حتی نهادهای امنیتی و رأی دیگه‌ای میدن و به نوعی میخواستن که حرف و عمل نماینده یکی بشه، شفافیت داشته باشن و مسئولیت تصمیمشون رو بپذیرن. عملا اتفاقی که حداقل امروز نیفتاد، آقای قالیباف گفته که امیدواره که تغییراتی به طرح بدن و عملا اون رو دوباره به رأی بگذارن. چقدر واقعا این تغییرات میدونیم چه هست؟ اصلا مشخصه که چه چیزایی مد نظر اوست؟ در مورد جزئیات چیزی گفته نشده، اما ما میدونیم که به هر حال یه مخالفت‌های وجود داره که اونها هم قابل توجهه. از جمله اینکه مثلا یک بحثی که مطرحه در این سال‌ها اینه که نماینده‌هایی که طبق قانون مسئولیت قضایی دارن ولی با یک نطق، با یک سخنرانی، با یک رفتاری در مجلس میتونه براشون پرونده‌های قضایی تشکیل بشه و حالا اگر بیان رأیشون رو هم شفاف بکنن ممکنه از طرف نهادهای امنیتی تحت فشار مضاعف قرار بگیرن و براشون به هر حال مسئله ساز بشه. یا حتی شورای نگهبان که روی جملات نمایندگان هم میتونه تصمیم گیری بکنه برای اینکه اونها رو در دوره های بعد رد صلاحیت کنه، این تصمیم گیری ها هم میتونه اونها رو با این مسئله و با این نگرانی مواجه کنه که در دوره های بعد دوباره رأی نیارن و این موضوعی هستش که خیلی بهشون فشار میاره. یا در حوزه های کوچیک شهرستان ها مواردی بوده که رأی یک نماینده باعث شده که اون حوزه ها، اون شهرستان ها واکنش های شدیدی نشون بدن و موقعیت اجتماعی نماینده رو به خطر میندازه. همه اینا مسائلی هستش که اینطور برداشت میشه که شاید جامعه و خود مجلس و نهاد و به دلیل به دلایل سیاسی و امنیتی هنوز این آمادگی وجود نداره برای همچین مباحثی و این بحثی که مطرح میشه بیشتر سیاسیه. ممنونم از فرنوش امیرشاهی همکارم جلسه. روایت دست اولی که به دست بی بی سی رسیده نشان میدهد زنان در اردوگاه‌های به اصطلاح بازپروری برای مسلمانان اویغور در چین شکنجه میشوند و به آنها تجاوز میشود. برآورد شده که بیش از 1 میلیون مرد و زن در اردوگاه‌های استان سینکیانگ زندانی اند. دولت چین اما میگوید این اردوگاه‌ها برای آموزش است تا با افرادگرایی در میان اویغورها و دیگر مسلمانان مبارزه کند. متیو هیل با بعضی از زندانیان و کارکنان سابق اردوگاه صحبت کرده. گزارش او رو ببینیم با این هشدار که روایت ها ممکن است آزاردهنده باشند. تورسونای زیادالدین داستانی را نقل می کند که یاداوریش بسیار سخت است. او خودش در یکی از اردوگاه های به اصطلاح بازپروری سینکیانگ بوده. این عکس های ماهواره‌ای مکانی را نشان می دهد که تورسونای می گوید آنجا زندانی بوده، در سلولی با 13 نفر دیگر و یک سطل برای دستشویی. یک تصویر ذهنش را تسخیر کرده، مردان نقابدار نیمه شب از راهروی این چنینی سر برسند. سه تا مرد بودن، نه یه نفر. هر کار پلیدی فکر کنید کردن. به هیچ جای بدنم رحم نکردن. اونقدر گاز گرفتن که بدنم چندشاور شده بود. فقط به هم تجاوز نکردن، وحشی بودن. همه جای بدنم رو کتک زدند. آمریکا بعد از بررسی ادعاهایش به او پناه داده، از حق خودش برای گمنام ماندن صرف نظر کرده و حالا احساس آزادی می کند تا از تمام آنچه می گوید بر سرش رفته حرف بزند. باتوم برقی داشتن، من نمیدونستم برای چیه. به بدنم فرو کردن و با شوک الکتریکی زجرم دادن. برآورد شده که بیش از 1 میلیون اویغور و مسلمانان دیگر در اردوگاه ها نگه داشته می شوند. این تصاویر که مخفیانه از داخل اردوگاهی در دست ساخت گرفته شده در یک مجله درباره آزادی ادیان منتشر شد. ما با یکی از زندانبانان سابق گفتگو کردیم و مدارک پلیس او در چین را دیدیم. او اولین نفری است که تا به حال در این باره صحبت می کند. خطر صحبت او با بی بی سی انقدر زیاد است که ما مصاحبه را با یک بازیگر بازسازی کردیم.
اونهایی که به اردوگاه می رفتن در سلول های زندانی می شدن که 8 تا 16 نفر رو در اونها نگه می داشتن. دوربین ها تمام مدت اونها رو رصد می کردن. کتاب های درباره شی جی پینگ رهبر چین بود. باید کتاب ها رو به چینی می خوندن و حفظ می کردن. اگه مردود می شدن تنبیه سختی در راه بود. بسیاری از زندانیان سابق اردوگاه به استانبول فرار کردند. بعضی می گویند باید بین تنبیه یا همکاری در این جنایات انتخاب می کردند. من 6 ماه به عنوان نظافتچی بخش زنان کار کردم. مردهای چینی پول می دادند که به زنهای زندانی جوان و زیبا دست پیدا کنند. این اولین باری است که گلزیرا داستان کاری را که مجبور بود انجام دهد تمام و کمال تعریف می کند. کار من این بود که تمام لباساشون رو در بیارم. مردها با دستبند میبستنشون به تخت و نتونن تکون بخورن. ما نمیتوانیم بگوییم که تجاوز مورد تایید فرماندهان اردوگاه یا مقامات ارشدتر بوده، اما روایات زنان زیادی که با ما صحبت کردند شامل تجاوز دست جمعی جلوی دیگران میشود با همان بیرحمی. نهاد حقوق اویغورها که به تورسونای کمک کرد به آمریکا برود میگوید داستانهای کامل آنها بعداً منتشر خواهد شد. کسایی که از اردوگاه جان سالم به در بردن از شکنجه های هولناک حرف میزنند. اغلب آزار جنسی با جزئیات کمتر تعریف میشه، چون یاداوریش آزار دهنده است و زنها اغلب میترسن باعث شرمساری خانواده شون بشن. دولت چین در بیانیه‌ای گفت که اردوگاه‌های سینکیانگ برای ارائه دوره‌های حرفه‌ای و آموزشی مبارزه با افراط‌گری و تروریسم. مستقیماً به اتهام‌های تجاوز و شکنجه جواب نداد، اما اضافه کرد که دولت برای حقوق زنان اهمیت زیادی قائله و دروغ‌ها و اتهامات مضحکی از جمله زندانی کردن دست جمعی صحت نداره. کاملا واضحه، هدفشون اینه که همه رو نابود کنن. همه میدونن این زنها کارشون تمومه. بیشتر شهادت‌های زنانی که با آنها صحبت کردم مانند تورسونای آنقدر آزاردهنده است که قابلیت پخش تلویزیونی ندارد، اما آنها میگویند مهم است که دنیا بداند چه بر سرشان آمده. ماتیو هیل، بی بی سی نیوز. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید. تا دقایق دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهیم بود.